روز جمعه این هفته یک بار دیگه شاهد بودیم که آخوندهای حکومتی هشدارهای پیداپیم دادند که جوانها در مسیری که مجاهدین ترسیم میکنند حرکت نکنند. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای علی رزا زنگی آبادی، تا ببینیم مشکل رژیم چیه و این هشدارها ناشی از چیه. سلام کنم خدمت شما خیلی خوش آمدید. من سلام دارم خدمت شما خیلی ممنون از فرصتی دادین که صحبت داشته باشیم با مردم قیام آفرین و کانونهای در خدمت شما هستن بله همطور که میدونید آخوند فاطمی از امام جمعه‌های های حکومتی در استان مرکزی این هفته در نمایش جمعه که داشتن حرفایی زد از جمله گفت که مواظب باشید، هوشیار باشید، مراقب باشید، آب با آسیا به دشمن نریزید، در مسیری که منافقین، مجاهدین برای شما ترسیم میکنند، حرکت نکنید. حالا سوال این که علت این همه تاکید برای اینکه جوانها در مسیر مجاهدین حرکت نکنند، بالاخره چیه؟ البته به نظر من که خب کم میگن که زیاد نمیگن چون که استغفر خودم به جای اونام میذارم بیشتر از این میترسم میلرزم و یه دلیل بیشتر نداره همین الان در یک نگاه برنامه شما داشت تصویر آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی رو توی شیراز توی یکی از شهرهای شیراز نشون میداد که یکی از کانونای قهرمان, قهرمان شورشی دیشبی کار انجام داده همچنین از صبح زود زیر سیما نزدیک به سیما آزادی نزدیک 16 عملیات اختناق شکن در 16 شهر به جای در اومده توسط کانونای شورشی خب این واقعیتیه که کف خیابون هست و از غذا دشمن خوب خوب حالیشه که استراتژی آتش جواب آتش و اینکه فقط این رژیم به شکل قهرامی است و اون چیزی که سازمان مجاهدین 41 سال پیش اعلام کرده و ثانیه به ثانیه به طور واقعی قیمت این استراتژی رو پرداخته و باش اومده رژیم سرنگون میشه و این جوانایی که الان کف خیابون هستن این استراتژی رو خیلی خوب و ملموس احساس میکنن و از قضا ترس و وحشت تمام سران رژیم نه این آخوندهای دوزاری یا مثلا پاسدارای این اونور که این صحبت ها رو میکنن خود خامنه‌ای، ترس و وحشتش دقیقا از همین استراتژی از اینکه این ای استراتژی کف خیابون جای خودش باز کرده چند روز پیش مثلا رئیس صفوی که الان مشاور خامنه ای هست با یه لحن بسیار آزاردهنده خب این پاسدار لومپن واقعا حالیش هم نیست فکر میکنم چی داره میگه که خب بریم به این زن بدین زندگی تشکیل بدن برن تو خونه بشینن دیگه نمیدونه که با این حرفش در دنیای شعور انسانی داره به نیمی از جامعه ایران که زنان و دختران قهرمان این جامعه هستند و از قضا همین روزها پرچمدار این قیام هستند و این قیام رو دارن استمرار میدن از روزهای اول قیام تو صحنه بودن داره توهین میکنه و دقیقا همین استراتژی هست که کف خیابون وقتی یک جوان شورشی میاد کف خیابون یک کار انجام میده احساس میکنه پشتش به کوه بنده به کوهی از تجربه به کوهی از صلابت انقلابیگری مبارزه و تمام اینا احساس میکنه میرزه تو جیبش برم بگیم خب جوان نیستم. دیگه ولکن نیستن من هم جای اونا میذارم خودم رو جای اونا میذارم می اینم دقیقا همین صحنه برای من پیش میاد بعضی موقع وقتی تصاویر اینا در شبکه های اجتماعی میبینم مثلا همین صحنه که الان فکر کنم بیا رو پیش رو پخش شد در یک نگاه خودم هرس می خورم احساس می خب چرا این فرد که این کانون شورشی برای چی اینقدر تو صحنه ایستاده چرا ب... وقتی آتش میزنه چرا خارج نمیشه ولی واقعیت قضیه اینه که کانونای شورشی تعداد عملیات عملیات م... دلاورانه اونا چنان با تبر زده به ریشه اختناق رژیم به این تلسم اختناق که واقعا اینو شکاف داده دیگه ترسی تو جامعه وجود نداره الان تک به تک شهرها دیشب مثلا تو دسپول اگه اشتباه نکنم یک تیم عملیاتی کانونای شورشی قضایی دسپول با کشیده شهرهای اصفهان، شیراز، نمیدونم یا قزوین، عراق همه این شهرها 16 نقطه بود تصاویر منحوس قاسم سلیمانی و خامنه ای رو با آتش کشیدن و ایزن 5 6 پایگاه دشمن رو با آتش کشیدن تیم های عملیاتی داره از دل این استراتژی و این آتش جواب آتش در میاد که واقعا دارن سازماندهی میکنن خودشونو دارن پاسخ روز جامعه رو میدن و بسیار زیبا بسیار عالی با اراده بسیار قوی و انتخاب کرده تو صحنه دارن عمل میکنن خب دشمن حق داره به ترسه من فکر می کنم کم می چون که همین دختران و پسران جوان که الان تو صحنه هستن خصوصا زنان و دختران دلاور ایران زمین که دارن این صحنه رو هدایت میکنن صحنه بسیار زیادی الان تیما دختر و پسر با هم میرن تو صحنه خب زیاد دیدیم و زیاد تو سیمای آزادی شما پخش میکنین خب اینا پاسخ این روزه و دشمنم هم به همین دلیل میترسه خب بایستی بیاد به اشکال مختلف امام جمعه رو بفرسته تو صحنه نمیدونم پاستار لومپن به بفرسته تو سحنه خط نشون بکشن رادان رو بیاره فلان بکنه از این چیز شما در صحبتاتون گفتید که جوانها ها این مسیر رو انتخاب کردند حالا سوال اینه که چطور انتخاب کردند و چطور دارند این مسیر رو ادامه میدن؟ بله به نظر من بقیده من که خب این یک انتخاب بسیار مبارکه وقتی میگیم انتخاب کردن یعنی اینکه روی دو پایه اصلی اینا دارن حرکت میکنن ببین من صحبت صحبت کردیم از استراتژی قانون شورشی این استراتژی توسط بدر مسعود یک سال پیش یعنی استراتژی آتش جواب آتش در شب سی خرداد خدا حفظ کنه بدر مسعود و خب هر کجا هستن ان که دارن این تصاویر رو میبینن تصاویر جوانان قیام آفرین در صحنه نبرد خب این استراتژی این پاسخ روز رو بدر مسعود اون شب بدون مکس به خمینی داد و سویچ جامعه رو عوض کرد اوورد روی مبارزه مسلحانه و گفت که این رژیم فقط با آتش باید سرنگون بشه و قیمتش رو هم در این 41 ساله حداقل من واقعا خودم خیلی جا از نزدیک دیدم ثانیه به ثانیه و در مسعود پرداخته سازمان مجاهدین پرداخته تا به این نقطه رسیده این بخش کف خیابونشه یعنی اینکه وقتی میگیم کانون شورشی کانون شورشی یه چیزی نیست که از زیر بطه در اومده باشه یا فعل بداه فرض کنی یکی از خونش در بیاد بگی خب باید این کار کرد خب بریم بکنیم نه همچی چیزی نیست یک سال نبرد خونین بین ما و رژیم بین اصلی ترین دشمن خمینی اصلی ترین دشمن این رژیم که سازمان و مجاهدین باشه صورت گرفت تا همین نقطه در تمام 41 سال قیمتش رو قیمتش رو ذره به ذره پرداختیم همیشه میگن از یک ایده تا یک به اصطلاح عمل یه مسیری باید طی بشه در علم و علوم میگن خب این مسیر تحقیقه ولی در دنیای مبارزه قیمت دادن دست کردن واشتی اومد خون داد قیمت داد مسیر رو باز کرد تضادای مسیر رو حل کرد این مسیر رو سازمان و مجاهدین زیر چتر بدر مسعود پیش برده تا همین نقطه بنابراین یه مسیر باز یک مسیر بسیار عالی پاسخو به همه شرایطی که رژیم الان توش هست پاسخگو به تمام وضعیت جامعه چون الان نگاه بکنین رژیم مطلق نمیتونه مطلق حتی یک ثانیه وضعیت ما قبل قیام برگردونه چهار و نیم ماه جوانات و خیابون هستن تلاش میکنه بگه قیام رو س... نمیدم تهش بستیم خفش کردیم سرکوبش کردیم بی خود کرده به طور واقعی خب شبا شبا این تیمای عملیتی دارن کار میکنن فکر میکنم بخش اندکش به ما میرسه فضای اجتماعی جامعه چیزی که الان هر شب هر شب خدا دارن ملت میجنگن جوانا تو خیابون دارن آتیش میزنن خط رو پیش میبرن این انتخاب در این زمین است کف خیابون اما یک انتخاب دیگه هم جوانا منظرم کردم و به حق ببینید یه بحثی هست شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باش چه رهبر بازم فکر کنم محصول کار مقاومت ایرانه که این شعار به درستی توی جامعه برد قانونای شورشی جوانان قیام آفرین از روز اول قیام این شعار رو بردن توی جامعه الان هر هفته توی زاهدان پلاکاردای این شعار میره بالا توی کردستان تمام خلق که رژیم میخواد بگه که اینا تجزیه طلب هستن از قضا اونا میگن اصلا ما دیکتاتوری نمیپذیریم خب این که از 85 میلیون ملت ایران به نظر من یه تعداد 50 میلیونش میشنن سر سرنگونی صحبت میکنن نمیدونم از خارج نشینش داخل نشینش این که توی قهوه خونه نشستن و لنگ رو لنگ انداختن بعد استراتژی تعیین کردن برای سرنگونی رژیم که نشد حرف کف خیابون داره جوان مملکت حرف میزنه زن و دخترش پسرش دارن آتیش میزنن این شعار رو دارن اثبات میکنن تثبیت میکنن اصلا فضای مجازی نه باید فرسه. واقعا گناه اصلا رفت تو فضای مجازی به تعادلی که رژیم تلاش میکنه این تعادل قوایی تو فضای مجازی ایجاد بکنه برای جوانای قیام آفرین گوش داد نگاه کرد چون تماما میخواد مسیر مبارزه رو عوض بکنه میخواد بگه که نه میشه چیز کرد میشه یکی دیگر رو میشه فلان کرد خب اینا هم حرف مفته تمام داستان اینه که تمام مردم ایران در این مدت گواهی دادن و در خیلی از اعتراضاتی که صورت گرفته این شعار سر زبان مردم بوده و اومدن یه چی رو تثبیت کردن از 57 سال پیش که محمد آقا اومد گفت مرز بین حق و باطل استثمار شونده اون مرز یک بین استثمار شونده و استثمار کننده است خب این شعار پاسخ همون روزه این شعار دقیقا همون جمله است متناسب با امروز یعنی ما فقط دنبال آزادی مردمون هستیم هر نوع دیکتاتوری نفت میکنیم و فکر میکنم جوانای قیام آفرین زنان و دختران قیام آفرین این مملکت بلوچ که هر هفته دارن این شعار رو تکرار میکنن تثبیت میکنن پاسخ رژیم رو دادن و این فکر می‌کنم بالاترین و بزرگترین انتخابیه که جوانان قیام آفرین کردن البته که رژیم هر چقدر تلاش می‌کنه که در سایبری خودش با افرادی که وارد می‌کنی این فضا رو منحرف کنه ولی هیچ وقت نتونستم تا که شما هم در توضیحاتتون اشاره کردید خیلی ممنونم بابت توضیحاتی که دادید اگه نکته دیگری دارید بفرمایید نه خیلی خیلی ممنون من نکاتمو گفتم اگه شما سوالی داشتین در خدمتتون هستم با تشکر از اینکه فرصتی دادین در خدمت همه کانونای شورشی قهرمان باشم بهشون تبریک میگم و انشالله که بتونیم به سرعت این رژیم رو سرنگون کنیم ما هم در خدمت شما هستیم به خصوص هم. از خبرهای عالی سیما یازد تشکر از وقتی که گذاشتید در برنامه امروز حضور پیدا کردید و تمام توضیحاتی که دادید